یک خائن آدم است، یک دروغگوی است. صد دفعه وعده داده که ما او به تان اعلام میکنیم. یک سال میشه که یعنی منطقه یک لیتر آب از اون چا بارم. یک تعدادشان حتی در نماز تیمم میکنن، وضو کردن میکنن. چهار بشکه ای که من نمیتونم یک بشکه رو بلند کنم. امروز یه تفلک نوجوان بام دارم در دستت که ما خسته نشی، مانده نشی. آفرینت به خدا. چقدر مشکل از دستت کنال که یه نمال اشار شده پاک میکنه کلن بوی و تعفون و مریضی و پش. شما هموطنان عزیزم، امید دارم که جور صحت سلامت باشین و همچنان از سختی ها از گزند روزگار در امان باشین. دوستان نهایت ارجمند، امروز آمدیم به البته ناحیه یا ناحیه مربوط ناحیه پنج میشه که پاکاری کانال است. از بند قرغه شروع کردن تا آخر بادام باغکی. این کانال در گذشته ها البته چندان وضعیتش خوب نبود و امروز شاروالی کابل در نظر گرفته تا پاکاری این کانال را انجام بدن و همچنان نگفته نمانه که اهالی منطقه نیز با شاروالی همکار شدن و آمدن میخواین که امروشون کار کنن و این حشره برپا کردن. ببینیم امروی یکی از هموطنان ما که باشنده این محل است و بله مسئولین است و باشنده محل هم هستن و مسئولین هم هستن. سلام علیکم. علیکم السلام. دور بخیر، خوب هستی؟ تشکر، سلامت زنده باشین. میشه خدا معرفی کنین و بگوین مسئولیت کدام بخش در این ساحه دارین؟ من اسم رحیم الله است و مسئول مدیریت تنظیف نای 15 مسئول هستم. از نای 15 برای عشر آمدیم، پرسنل خود آوردیم از ناحیه 15 به طور رضامندانه یا ای که میگن یک برنامه عشر داریم ریاست تنظیف. باز نقاط که مشکلاتش زیاد میباشه، باز به خاطر عشر پرسنل خود ما تعداد 20 نفر پرسنل از تمام به نوایی به خاطر همکاری با نای 15 که یک مشکلات کانال است که از بند قرغه الی بادام باغه. با چه تعداد از کارمندان شاروالی کابل امروز در این ساحه موظف کار هستند؟ هر ناحیه تعداد 20 نفر کارگرش هست همراهی ابزار کارشون آمدن برای دهشر هستن دیگه. از اهالی منطقه هم امرای ما همکار هستن. چقدر کار نیک است و همیشه بر ما بگویی که این حشر که امروز شما برپا کردین تا چند روز آینده را ادامه خواهد داشت؟ امروز هم این حشر چی داشت، امروز هم شاید سبا هم ادامه داشته باشد. سه روز را در برشد امی مشکل رفع شد و خود نهایت شد که ما مشکل میتونیم که بعد از این خود ما امی مشکلات خود حل کنیم. ما امرایشان همکار هستیم و ما امرایشان همکاری میکنیم و دیگه تصمیم مقاومت از این کنیم. بسیار زیاد تشکر از این که امروی ما صحبت کرده. اگر در آخر کدام پیام باشه بفرمایید. پیام دیگه به همشهری های مهمی است که امی زبال ها را در داخل کانال ها و جویا نریزن، چرا که مشکلات پاکلات زیاد است. همیره که در یک جای معینش که تعیین شده در اونجا که پرتن هر شهروند که اینمی احساس داشته باشه اینمی ملک ما پاک سرسبز بشه. من همکارم هستم. تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردیم. سلامت باشید. بله دوستا، پاکاری کانال است که از بند قرغه شروع میشه تا بادام باغ را ادامه داره و اینجا اهالی مردم و شاروالی کابل همچنان مصروف کار هستند. سلام علیکم. سلام علیکم. همچنین جور جان جور بخیر. تشکر، سلامت زنده باشین. میشه خدا معرفی کنین که لباس شاروالی را البته به تن ندارین، فکر کنم اهالی منطقه هستین. همین جا کوچه ماست، همین منطقه ماست. اومدیم که امروز از یو همکاری کنیم. همکاری کنیم. می جوی پارسال خاو نمی اومد، هر سال خاو می اومد. در اینمی سیلاوا و اینمی اومد در ایره بند کرده بود. حالا ما اومدیم 100 نفر هستیم از این منطقه، همکاری داریم کردیم مردم های شاروالی.
چقدر مشکلات بوده گذشته ای که کانال هم دیگه گفتین که آب می آمد و سیلاب می آمد، بر خود شما چقدر مشکل بود؟ مشکل خود سرک هم البته خام است و آب بیاید دیگه مشکلات خود زیاف است دیگه. یعنی یک دو ماه میشه که ما همی چیز شاروالی شخصی را چیز کردیم، می از پشت خانه می برن دیگه. اینجا چیز جنگلی بود، مردم می آورد اینجا، می داد بوی بود، مگز بود، کل چیز بود. حالا اینم با همکاری یعنی نفرای شاروالی و نایه و این آمده اینجا همکاری داریم، ما 100 نفر از خود منطقه هستن. چی انگیزه شد که بیاین با شاروالی کابل همکار باشین و در این حشر البته سهم بگیریم؟ والا دیو بودم شهر ماست و خانه ماست. ما آمدیم دو طلب آمدیم بعد که از یا همکاری کنیم، پاکاری میکنیم. بسیار کار نیک انجام دادین. ای که هر گوشه و کنار از افغانستان، از وطن خود ما، بالخصوص منطقه ما باشه دیگه، با مو هزاران شوقش میاییم و کار میکنیم. تشکر از این کمره ما صحبت کردین. سلامت باشید. بله دوستان عزیز، میخواهیم کمره هموطنان ما صحبت داشته باشیم و ببینیم که کیها همراه ما صحبت می داشته باشه و همینجا وکیل صاحب ما همراه کنار ما ایستاده است و میخواهیم صحبتش درباره حشر امروز پرسان کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سرفراز دارن باشین جان جره، صحتتون خوبه. تشکر، سلامت زنده باشین. وکیل صاحب میشه خود معرفی کنین و بگوین که اسمتون چیست که دوستای ما شما رو بشناسه. ما وکیل گذر نایه پنجم شهر کابل هستیم، گذر سعودی الف بالاکای افشار. ما خواستیم که این کانالی که از بند قرقه یک جایی بود که آب میرفت در طرف بادامباغ و باغ بالا، ما خواستیم این پاکاری شود که آب بره طرف فارکای بادامباغ و باغ بالا، به خاطر که سالهای قبل پر شده بود. ولی ما خواستیم که هم از طرف شاروالی، از تنظیف و اهالی مردم گذر سعودی که اینجا در اینجا ارساس هم گرفتند که پاکاری شود به خاطر کثافات، به خاطر بی‌نظمی سرکا هم یا پاکاری شود. ما در این ارساس خوشحال هستیم از تمام دولت، از اهالی مردم، از شاروالی محترم، از ریاست تنظیف که همراه ما همکار شدند و در این ارساس ما را یاری نمودند که ما بتانیم همین جای پاک شود، آب شفاف طرف بادنباق طرف چیز برود. بسیار خوب. و کسی از این بر ما بگو که آیا خودتان پیشنهاد به شاروالی کابل کردین که حشر امروزی را برپا کنن یا خود شاروالی تصمیم گرفته؟ حشر ما خود ما چیز کردیم، ما نفر دادیم، دریزم 150 نفر داده بودیم، امروز هم 80 نفر الا 90 نفر دادیم. ما در سایه خود، در سهم خود برای همکاری کردیم که در سایه پاکاری شود، در سهم خود ما همکاری کردیم که پاکاری شود، به خاطر محیط منطقه خود ما خواستیم که محیط منطقه ما خود ما پاک شود، نه به خاطر از اینکه کدام گپی دیگه داشته باشیم. این بیبودی سایه ماست، چون ما ضرورت از این است که همین سایه ما کوس، چون کوچه‌های ما کلان خامه بوده از طرف باران‌های شدید که بشه از این کوچه‌ها آب میاد، اینجا کانال را پر میکنه. به این خاطر اگر که مرجع مربوطه صدای ما را بشنود که کوچه‌های ما همکاری شود، اگر این کوچه‌ها کمی دست بخورد همکاری شود که کوچه‌ها پخته شود، کانال جور شود، جوچه جور شود، دیگه جویا مسدود نمیشه، این کانال بند نمیشه، دیگه نیاز به هر سال نیست که پاکاری شود. اگر اینطور خامه باشه باز هر سال خراب میشه، هر سال باید مجبور آشار بدن. بله دوستان، اینم کار شاروالی کابل که هر کوچه و پس کوچه شهر کابل از یادشان نمیره. ای که هموطنان ما البته همکاری داشته باشن، مثل وکیل صاحب که پیشنهاد بدن، حتما کامنت ها و نظریات مردم را شاروالی کابل در زیر نظر میگیره تا برن به مو کوچه و پس کوچه حتی پاکاری و حشر صورت بگیره. تشکر وکیل صاحب از اینکه امروز صحبت کردید. بخیر باشین. سرفراز دارم باشین. خوش شدم از همکاری شما و همدردی شما که در ارسا آمدند و مردم ما را مسیج میکنند و در رسانه ها شریک میسازند. تشکر یک جهان از همکاریتان، یک سپاسگزار میکنم. بله دوستایی که فعلا امروز هموطنان ما هست و من میخوام امروزشون صحبت های داشته باشم. سلام علیکم. خوب سلام خودم خوب هستین؟ بخیر صحت من. تشکر، سلامت زنده باشین. میشه خود معرفی کنین؟ شاروالی هستیم از بالاکوی افشار بتماش. بسیار خوب. کارمند شاروالی کابل هستین یا باشنده این محل؟ نه، باشنده این محل هستم. شده جان، چطور انگیزه شد که بیاین در حشر امروزی اشتراک کنین؟ بخاطر... آیا مجبورن شما را خواستن؟ نه قطعا، ما خود ما با میهمانای خود هم کسی که هم کارگر به شاروالی است، ما خود ما با یا همکاری میکنیم. بله، به خاطر دوستای یادآور شدم که بعضی ها قدر علاقه
علاقمندی ندارن. باز نفر هم وکیل کوچه در کوچیشان ترخص میزن که یک نفر باید بره به خاطر پاکاری امروز. شما که به رضایتمندان آمدید. رضایتمندان میشید جان. چقدر خوب است، حس خوشایند است که بیایی به وطن خود البته کار کنی و امو صحن و دور پیش خانه تان پاکاری شود. پاکاری به این خاطر میشید جان که یک طفل ما یک منطقه دیگه است میایم فرض مثال میگم منطقه از چقدر مردار کثیف است. فرض مثال یک طفل ما دیر میشه شرایط از هر رقم مرض می وجود پیدا میشه، یک طفل ما یک خورده کلان مریض میشه. گفتن که پیشنهاد دادیم تا ای که آمدن امروز حشر صورت گرفت، آیا پیشنهاد از این هم دادیم که می سرک خامه بخی پخته شوه؟ پخته شوه خب چی بهتر؟ پیشنهاد دادین یا خی؟ حال نگفتیم حال چیز نگفتیم این رو پیشنهاد بدین که بخی بیاین و همی سرک رو بر شما پخته بسازن یا سمت کنن. خب مشکلات هایی که در گذشته بود حالا مشکلات مانده است گذشته فترت حال؟ ولی همشیده جان حال فعلا بسیار خوب شد، حالا خوب است، اوزام خوب است، یعنی پاکاری و جای بسیار پاک خوب شده، بسیار منظم شده سایه ما دیگه، بوی هم نیست، هیچ کدوم مشکل نیست دیگه. فعلا به کلمی هم کاری آمدیم که به یک هم کاری کنیم اگه بخیر من سایه منطقه ما پاک شوه. انشالله بخیر پاکاری صورت میگیره و مشکلات هایی که شما دانید حتما پیشنهاد داشته باشین شاروالی کابل در زیر نظر میگیرن. تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردین. سلام از زنده باشین. بله دوستان عزیز فعلا هم در ساحه که مربوط به ناحیه پنجم میشه و گذر نهم ما فکر کنم یا همون چیزا هستن که دوست ما وکیل صاحبم گفتن که ما امروز آمدیم حشر برپا کردیم و کارمندان شاروالی کابل همچنان همیجا کار میکنن و اهالی مردم هم آمدن امروز سهم گرفتن در این پاکاری و حشر. چقدر کار نیک است که امروز حشر صورت بگیره و افغانستان آباد شوه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی صدمن؟ خوب هستی جان، بخیر. تشکر، سلامت زنده باشین. میشه نامتون بگین و بگین مربوط کدام ناحیه میشین؟ نام عبدالستار است، مربوط ناحیه دهم. یک بار از ناحیه 15 امروشن صحبت داشتیم و حالا ناحیه که شما که میگین چی باعث شد که یک بار از چند ناحیه بیاین اینجا کار کنین؟ ولی اینجا دیگه کمی کانال بند شده بود، کانال بند شده بود، این اینجا بر ما مردم ریاست تنظیف هم کرد که چند ناحیه جمع شده باید از که چی کنن کانال رو پاک کنن. کارتان از چند صبح آغاز میشه؟ از 8 صبح تا 4 دیگر. چند روز ادامه داره؟ چند روز که شما با ما معلوم نیست. چند روز میشه که امیجا هستی؟ امروز دوم است. روز دوم. بله. بسیار خوب، تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردین. سلام از زنده باشین. بله دوستان، من بیشتر از این مزاحمت کارشان نمیشه می که کار دارن، بعضی های کراچی گرفتن و بیل گرفتن و آمدن به پاکاری این ساحه که امو کانال که در گذشته مشکلات را خلق میکرد امروز پاکاری کنن و مشکلات مردم برطرف شود. چقدر کار نیک است که شاروالی کابل همچنان امو نظریات و کمیونیتی های مردم را همچنان در زیر نظر خود میگیرن و ببینیم که امروز صحبت می داشته باشن. وای خیر، سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ تشکر، سلامت زنده باشین. میشه خدا معرفی کنیم و بگین مسئولیت کدام بخش شده این صحه برای؟ ما کدام مسئولیت خاص ندارم، من نماینده کوچه عبده هستیم. بله، بالاتر از کوچه عبده است، فقط مسئولیت تزمیر داریم که یک 6 نفر کارگر اینجا آوردیم کار میکنن، این میگه مسئولیت داریم. گفتین که نماینده کوچه هستین. بله. آیا کوچه شما رو حشر صورت گرفته؟ حشر صورت گرفته برای فعلا نه، نفرای ما آمده در این ساحه کار میکنن. حالا ما که رئیس صاحب هم همی گفت در میان موندیم، گفتم مصاحب ما مونده کارگرای ما را آوردین، از جمله بیادرم است تو ما آوردین در این ساحه منطقه ما مونده، باید خدمات که اینجا شده باید تونجا من صورت بگیره که ساحه هم پاک شده، چون خاکار ریختن در روی سرک یه خوشک میشه، باز کل بوی تعفون و هرچی اونجا هست. با اوی صاحب که رئیس صاحب هم میگه پمال پیش شما که تشریف بیارن میگه پزدیم نگه گفت که این ساحه پاک میشه کلش، گفتم میگه پس به نوبت هر کدام کوچه بخی حشر صورت میگیره و پاکاری صورت میگیره. کارگر کلان همشه جان حالا در این ساحه است و منطقه ما هیچ نیست، اگر بخواین مکه تان میریم و ساحه رو ببینین یک نفر نیست، چیزی که نیروی کارگر است در این ساحه است و منطقه نیست. کار نیک که هموطنان ما که حتی کوچه خود اعلام میکنن میان به طرف کوچه های دیگر که اینجا رو پاکاری و حشر کنن و بعد از او برن به طرف کوچه
چی خود که حتما نال به نوبت میرسن اون طرف میشه از مشکلات های بجز از کانال بر ما بگوین دیگه کدام مشکلات رو در ساحه خود شما دارد؟ مشکلات خود زیاد داریم همشه مشکلات در افغانستان از مشکلات هیچ مردم خالی نیست مشکلات عمده ما این ساحه که هست منطقه کوی است ما اب نداریم همین ساحه از گردنی باغ بالا گرفته تا همین ساحه سرمیاشت که میرسه تا اون منطقه مربوط از همین ساحه وکیل صاحب ستار است ما مشکلات آب داریم ما آب نداریم قبلا یک شرکت آب بود حالا خراب شدن نمیفهم چه مشکل است که دو سال است که ما مشکل آب داریم آب نداریم ما تا آب خوردن در تانکرا میاره برای مردم یعنی مردم کسایی که در سر جوی هستن بر صورت کسایی که در بالا هست بسیار در مشکلات است که یک ذره او یک بشکه او در 20 افغانی بر زیاد بالا میکنه اونجا کسایی که یک نفر داره خوب که نداره بسیار سختی است بسیار مشکلات است اینجا ما چه نفر دیگه همچنان شنیدم که گفتن که این ساحه کس کمبود آب است که انشالله بخیر نه صاحب امشره جان آب کمبود آب بان که کل در تانکر میاد دیگه کدام آب کدام منبع آبی نداریم ما اینجا قبلا داشتیم شرکت های شخصی به طرف شما نامده شرکت هایی که البته همون نل آب را بر هموطنان ما میاره شرکت داشتیم شرکت آبش پایین بود تنی ساحه خانه تقریبا اینجا تقریبا 2000 خانه است یک چا داشتیم ما کوچه آبش کم شد دیگه اندمی مشکلات برخورده اینا آب نیست که مردم را آب بتن دیگه فعلا دیگه چای کدام نو چی نک حفر نکرد ان شاء الله حتما بخیر این مشکلات همچنان حل خواهد شد تشکر از اینکه امروز صحبت کردید بخیر بود بله دوستان از فعلا در ساحه که مربوط به ناحیه پنجم میشه و البته این حشر از سرک قرغه تا بادامباغ ادامه داره سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین خوب است بخیر هستین تشکر سلامت زنده باشین امروز فکر کنم که در حشر اشتراک کردید حشر ناحیه پنج هستین بسیار میگن که کوچه تان تا حالا پاکاری نکرده چطور شد که بیاین به طرف کوچه دیگه تا حالا که کوچه شما اگر چی پاکاری هم نشده یک چیزی هست مثال که ما هستیم گذر 32 برای ما فرق نمیکنه این کوچه و اون کوچه یک چیز است چون منطقه مکمل یک چیز است فرق نمیکنه دیگه ما از این طرف آشار کردیم تا او طرف بارین تا نوبت به ما برسه کوچه ما پاک شود بسیار چقدر کار نیک شما انجام دادیم بعضی هایی که خدایا رو جانشان بازگه نمی کنن میگه کوچه ما خو نیست که برم اون طرف ها رو پاک کنم ما شما اینه برای ما هیچ فرق نمی کنه یک کوچه و او کوچه برای ما هیچ فرق نداره مقصد گذر از 32 برای ما گذر یک گذر است مثال که بینی می خانه رو ما از خانه خود جدا فکر نمی کنیم میگیم یک چیز است شهر ما خانه ما چقدر این کانال که امروز پاکاری صورت نگیره حشر شده بر شما مشکلات خلق کرده بود مشکلاتش اینمی است که اینمی کانال که اینمال حشر شده پاک میکنه کلن بوی و تعفون و مریضی و پشه و تمام چیز اینمی اینجا بود مشکلات مردم زیاد بود اینجا دیگه بمی الحمدلله که اینمی امروز همین خدمات برای ما صورت گرفتم ما تشکر میکنم از شهر والسایب محترم و از رئیس ناحیه پنج و از تک تک کارکنانی که مثال اگر همین مردمایی که کار میکنن از کل زمین ها از تک تک شان تشکر میکنم ما از طرف تمام هموطنان ما از شما تشکر میکنیم که امروز آمدین همکاری میکنین با شاروالی کابل اگر چی مسئولیت از شما نیست اما باز هم امروز آمدین کار میکنین با وجودی که محسن هستن اما آمدن کار میکنن تشکر سلامت باشید فقط این حال مشکلات ما از تنها این نبود ما یک منبع آب رسانی خصوصی به نام شرکت گلستان بستان داشتیم که او منطقه مثال اگر تقریبا 14 سال پیش با ما قرارداد کرده بودن فی متر مکعب 45 روپه و امروز تا 80 روپه شدم ما پول پرداخت کردیم برای از اون آدم یک سال میشه که یعنی منطقه یک لیتر آب از اون چا بالا نشده در یک سال یک لیتر آب بر کل منطقه و از اینجا پایف تر شد رفت طرف بادامباغ و مثال اگر کجا و کجا چون او کم شد آلی هم چای ما آب داره و نمازمون چا نمیتونه که به کل مردم آب رسانی کنه آب بیته و آب سر کل ما قطع است یک بشکه او مثال اگر ما در در پا اینجا در سر اگر تانکر میخریم 20 روپه دیگر کرایه میتیم تا او فرق کل بالا شود ای از این مشکلاتش و در زمان جمهوریت ما عریضه کردیم از همینجا تا کجا را یک سرک ما کشیدیم به خاطر مشکلات مریضی و تا و بال دو بالا از گذر 34 کشیدیم تا یک منطقه گذر 32 از شاروالی هم برای ما یک روپه کمک نشود از هیچ نهاد کمک نشود ما از پیسه شخصی خود 25 خانه
یک سرگ کشیدیم، ما 30 روز اسکواتور کرا دادیم، همون سرگ کار کردیم. اون به همون سرکا هم مثال اگر بگر شوربال صاحب خدمه هم کاری کنه که یک چیزی شوه، بیا توکل به خدا. اگرچند سرگ از ما نیست، سرگ از دولت است. یعنی منطقه بسیار منطقه مهم است. مثال اگر بگر از این، مثال اگر یک سرباز پشتکیش پشت کنه، بسیارش پشت کنه تا فرق که از اوی که رنجر اونجا باره بهتر است. و یه دیگه مشکلات از کل لگیست و مشکلاتی که شما گفتین امروز رسیدگی خواهد صورت گرفت. تشکر از اینکه سلامت باشین. تشکر از شما، سلامت باشین. ولی دوستان از فیلند ناحیه پنجم هستم که و امروز خواستن که حشر صورت بگیره به خاطر اینکه کانال هایی که ایجا وجود داشت مشکلات بر مردم خلق کرده بودن و این حشر از سرک قرغه شروع شده تا به سرک بادامباغ ادامه داره که گفتن که این حشر به طور همزمان به ظرف 4 روز صورت میگیره که کارمندان شاروالی کابل و اهالی منطقه همچنان در این حشر البته آمدن و همکاری میکنن. میخوایم امروز هموطنان ما صحبت داشته باشیم. صحبت می داشته باشیم دده قواره. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ ساعتان خوب بخیر. تشکر، سلامت زنده باشین. میشه خود معرفی کنید؟ عبدالحمید حمید هستم، رئیس شورای گذر 32 الف. بسیار خوب. اینا دیگه رئیس های بابا خود داریم، از مشکلاتی که در این ساحه هم هست بر ما قصه کنین. دیگه بجز از کانال که امروز حشر صورت گرفته دیگه چی مشکلات دارین؟ منطقه ما مشکلات خیلی متعدد داره، از هر لحاظ مشکل داره. مشکل اول اساسی ما مردم بدون آب هستیم. اینقدر مردمی را که میبینین اینا آب ندارن. یک بشکه آب اینا با 40 افغانی، یک بشکه 20 لیتره را با 40 افغانی میگیرن میخورن. یک تعدادشان حتی در نماز تیمم میکنن، وضو کردن میتونن. کسایی که نفرای ندارن، نفرای کارگر ندارن، خیلی با مشکلات حاد دچار هستیم. و دیگه ای که تا یک قسمت ای سرک ما پخته شده این طرف مونده. ما خیلی سعی تلاش هم کردیم که این سرک بیشتر بیایه، بر ما وعده های شده. انشالله که حکومت توجه جدی بکنه در این باره که همی سرک ما، کوچای ما، ما وقتی که ایجا باران میشه از کوچا که سیل میه این همی سرک ها را بند میکنه و این کانال را بند میکنه. این همی مشکلاتش کلش از همی است. دیگه ما دیروز هم تقریبا 120 نفر شهر داشتیم از مردم محل که همراه دیگه نفرها همکاری بکنه این کانالی که به بادامباغ و باغ بالا وصل است که همی پاک شوه که از بند قرغه آب بیایه و این جریان پیدا کنه برن آبیاری بکنن باغ بالا را و بادامباغ. رئیس صاحب بیشتر نظریات از اهالی منطقه را که من دیدم و گفتم که دیگه کدام مشکلات ها رو گفتن که کمبود آب است. چطور که تا حال اقدام نکردین به خاطر آمدن آب در این منطقه؟ ما اقدام کردیم. ما با یک شرکت خصوصی به نام گلستان و بستان قرارداد داشتیم. 10 سال قرارداد از اونها تکمیل شد. 10 سالی مردم او دادن. یعنی 3 سال میشه که او شرکت کمی ورشکست شده. چای از او خوش شده ما آب نداریم. حالی هم ما هر روز ما وکیل صاحب گذر، ما چند تا ریسفه در تلاش ازی هستیم که ما آب پیدا بکنیم. ما به حکومت هم عریضه کردیم. تمام شرکت های خصوصی که در شهر کابل فعالیت میکنن، ما تمامشان دروازهش تک تک کردیم که بیاین اینجا بر ما آب بتین. باز اینا یک اتحادیه داره که نمیخواین یکی در کار دیگه شان مداخله بکنه. این شرکتی را که ما قرارداد کردیم، قراردادش پوره شده، حالی نه آب داده میتونه ما را، نه همی تاسیساتی که به پول ما مردم ساخته شده. این همی تاسیسات هم در اختیار مردم یا دولت قرار نمیده. از او خاطر ما با مشکلات روبرو هستیم. میشه بر ما بگوین که در هر ساحه از افغانستان ما دیدیم آب است، فعلا بالخصوص کابل. چطور شده، چی باعث شده که کمبود آب، بیشترین کمبود آب در این ساحه باشد؟ دلیلش چیست؟ دلیلش نبود منبع آبی در این منطقه. این منطقه ما منبع آبی که بتونه با 2000 خانه آب بتوت یک جایی را نداره. ما یک چای دیگر را توسط همین شرکت خصوصی را که نام بردم، یک چای دیگر را در ساحه خوشحال خان حفر کردن. اینا او را هم مردم و دولت اجازه ندادن که بیان انتقال پیدا بکنه. بعضی مسائل تکنیکی، مشکلات تکنیکی خود داشت از او خاطر. حالی هم ما در تلاش ازی هستیم، یک جای دیگر را پیدا کردیم که اونجا هم شرکت چا بزنه. اگر خدا خواسته باشد تا 2.5
ما و سه ماه دیگه به این مردم انشالله کاب میرسه. من با امو تلاش و کوشش میشه که مشکلات حل شود. در آخر اگر کدام پیام داشته باشین بفرمایید. ما دو پیام داریم. یک پیام به این مردم محل داریم درباره کثافاتی که این منطقه داره. ما با یک شرکت خصوصی قرارداد کردیم که کثافات هم از پشت دروازه میبره. در این باره مردم محل ما را همکاری بکنه که کثافات و جنگلی و گپا از منطقه ما پاک شوه، منطقه ما صفا شوه. و یک خواهش دیگه ما از حکومت داریم. ما از امارت اسلامی میخواهیم که در این مشکل درباره مشکلات ما توجه جدی بکنه. این مردمی که اینجا زندگی میکنن خیلی مردم غریب و بیچاره هستن. در این باره حکومت همراه ما همکاری بکنه ان شاء الله که مشکلات حل شود. ان شاء الله. سلامت زنده باشین. بله من پرسیدم که چنل یوتیوب انفوفن. بله بله دوستان عزیزی که منطقه این منطقه البته در همو سطح حواری که کم بود آب هستن، من این فهم که کسایی که البته در کو زندگی میکنن اونا چقدر مشکلات کم بود آب را دارن که واقعا آب حیات است. آب که نباشه دیگه زندگی ناممکن است. انشالله بخیر به این مشکلات این منطقه همچنان رسیدگی صورت بگیره و یکی از شرکت ها بیاین به این ساحه آب بتنی که ساحی است که البته بیشتر ترین منبع آبی کم داره و آب هم یکی از مشکلات های خاص ویژه‌ای که در این ساحه هست اما کم بوده آب است. می خواهیم که همراه هموطنان ما صحبت داشته باشیم، ببینیم که ها را پیدا کرده میتونم تا همراهشون صحبت داشته باشم. و بله می خواهیم همراه یکی از هموطنان ما کم جسته صحبت داشته باشیم. بیا صحبت نمی داشته باشن شما بینده تصاویر باشین. دوستان عزیز و فعلا کار در این ساحه به شدت جریان داره که همراه یکی از هموطنان ما ایستاده است و می خواهم امروز صحبت های درباره این حشر امروزی داشته باشم. سلام علیکم. علیکم السلام. صابر و ثابت هستم، باشنده بالاکوی افشار و یکی از نماینده های مردمی. بسیار چقدر خوب است که میشه بر ما معلومات بدی درباره این حشر امروزی که گفتن که اهالی مردم هم آمده، اهالی قریه آمده همکاری می داشته باشه با شهروالی کابل. خوشبختانه با وجود از اینکه شهروالی کابل ناحیه پنجم یک همکاری که بخاطر پاککاری ساحه یک پروگرام وسیع را شروع کرده و ولس بالاکوی افشار خصوصا گذر 32 ناحیه 5 بالاکوی افشار به ابتکار وکیل صاحب گذر 32 و نماینده های کوچه های اژدگانه ما توانستیم که بالای هر کوچه از 5 تا 10 نفر حشر کننده و مردم و محل که با رضایت خود رضاکارانه در این پروسه شامل شود و شما شاهد صحنه هستین که خرد و بزرگ، ریش سفید، خرد و کلان، جوان و نوجوان در این پروگرام سهم گرفتن. میشه بر ما عزیز بگوین که آیا در پشت هر خانه رفتین اجباراً آمدن کار کردن یا ای که رضایتمندان خودشان امروز آمده به حشر امروزی همکار بودن؟ کاملا رضاکارانه، کاملا به دل خود. فقط ما در مساجد و ما و یک چیز داریم، گروپ واتساپ داریم، در رجوع در صدا کردیم و هر نماینده موکلین خود را در جریان گذاشتن. 10 نفر، 15 نفر، 8 نفر، 5 نفر هر کوچه به تعداد نفوذشان بچه ها را روان کرده در اینجا سهم میگن. بسیار خوب. میشه باز شما یک سوال دیگه همچنان داشته
متوجه بشم که فرهنگ شهرنشینی این منطقه چگونه است. ما همیشه با دوستای خود و با ماکلین و در شورا چیز میکنم، یادآور میشم و تاکید میکنم که دوستا وطن را باید خود ما بسازیم، دیگران نمیتونه ساخته. دیگران اگر دیدیم 20 سال آمدن امو گل گل چیز ما را شیره ما را گرفتن و رفتن، ما باید دست به کار شویم، این وطن را ما بسازیم. صاحب این وطن ما هستیم، خدا ما را در اینجا هست کرده. وقتی که ما از فرهنگ 5000 ساله و 4000 ساله صحبت میکنیم، پس بیاین که دست به هم بتیم، دولت با ملت، ملت با دولت، همه دست به دست بتیم، این وطن را بسازیم. این وطن از ماست و ما باید بسازیم. و ما با دوستا میگم که دوستا، اگر ما اکثر از اطراف آمدیم و که وقتی که در کابل آمدین، باید اول فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیریم، بعد در شهر جاگزین شویم. دلیل ای که نصف از این سرک دیدم البته پخته شده، چرا نصف دیگهش تا حالا پخته نشده از سرک که امروز ما استاد هستیم؟ متاسفانه این سرک پروگرام قسم بود که تا باید سرمیاش یا بالا چاره خنبر بره. کمکاری نظام سابقه بگویم یا غبن شرکت بگویم یا اخلاص نبودن در کارها بگویم، اینمی پروژه در 50% باقی مانده، حتی در ممکن در 30% و 40% باقی مانده. ما مشنویم، خدا کنه که راستان باشه که در آینده نزدیک سرازی چیز شروع میشه، کار شروع میشه. بر شما معلوم است و شما باید وظیفتن مسئولیت دارین، کوچه ها را ببینین. شاروالی کابل را من گوشزد میکنم و برش میگم که در اینجا 1%، 5%، 2% کار سهولتی شهری نشده. کوچه های ما خامه است. اگر این سرک پخته شود، کوچه ها خامه ببانه، در روز باران و برف ریگ و جغل همش بالای سرک خیر میاد. اول کوچه ها باید پخته شود، بعدش باید سرک خیر شود. با خیر رسیدگی صورت خواهد گرفت. تشکر. سلام، زنده باشید. ممنون شما. تشکری میکنیم که در این منطقه آمدین و راپورت ایام میکنیم. تشکر. بله دوستان عزیزی که البته یادم نره نا گفتن امانه که یکی از هموطنان ما در کامنت بر ما نوشته کرده بودن که گفته بودن برین کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل را تصویر بگیرین. اینم نظریات شما، ما همیشه نظریات شما قابل قدر است و می خواهیم که مطابق با ما نظریات شما بر شما برنامه داشته باشیم. ما همیش بر شما می خواهیم که بهترین ها را البته به تصویر بکشیم. می خواهیم که امروی هموطنان ما صحبت داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خوب هستی سر؟ شکر فضل خداست. تشکر، سلامت زنده باشین. میشه خودم معرفی کنین و بگوین که مسئولیت کدام بخش دارین؟ ما نام علاداد است. من نماینده کوچه، همین کوچه نماینده کوچه 4 هستم. اینجا اگر شهر عمومی کردیم، از هر کوچه 10 نفر به خاطر پاکاری و تنظیف همین منطقه خود نگه میجا آمدیم، بالای سر کارگرای خود استاد هستیم که با همینجا کار میکنند و ایچی ریاست تنظیف هم آمدن و سایت هایش نمیجا کار میکنه و کارهای میده کاریش هم میکنیم. میشه برمان بگوین که آیا در گذشته چونین حشر صورت گرفته بود در این کوچه؟ نه تا فعلا ما از این پیش ندیدیم. همی وکیل ما نو شده به نام ملا ستار، آدم خوبی است، خیلی کارکن است، پشت کارگشت همی تنظیف آورد و ما هم امرش همکاری میکنیم و اینمی کار پیش گرفتیم. انشاءالله که خدا کنه که به خوبی همی کار خلاص شه. تشکر، سلامت، بخیر باشید. بله دوستان عزیز، فعلا در ساحیه هستم که مربوط به ناحیه پنجم میشه که ناگفتن امانه که کار شاروالی کابل قابل قدر است که حتی امو کوچه و پس کوچه شهر کابل از یادشان نمیره و حتی نظریات هموطنان ما را همچون به زیر نظر دارن. ای که گفتن که امروز ما ازشان پرسان کردیم، گفتن که ما خود ما پیشنهاد دادیم و آمدن در اینجا شاروالی کابل امو حشر برپا کردن. قسم شما رو مشاهده میکنین موترها همچنان هستن، در که موترهای چند نوع از موترهای هستن که بعضی هایشان کندن کاری میکنن و بعضی هایشان همو کثافات که از این کانال میکشن اک اونا رو انتقال میتن میبرن و واقعا امروز جای خوشی و خوشحالی است که میبینیم که چنین هموطنان ما چنین کارهای انجام میتن که حتی با شاروالی کابل میاین همکار هستن. بینیدنی برنامه می باشین که ازده هم بیشتر هستم، هم نمیتونم بیشتر صحبت های داشته باشم، برنامه ما ادامه دارد.
دوستان از قسمی که البته نماینده های این کوچه و وکیل کوچه یادآور شدن و گفتند که تنها البته سرک نیست که مشکلات خود داشته و کوچه هایشان هم چنان هستند که حال خام است تا حالا و این کوچه راه داره به طرف کوی که امیجا هموطنان مدکو بود و باش دارن و خانه دارن. واقعا خیلی سخت و خیلی مشکل است که خانه در بالا باشه و این کمبود آب هم باشه. آب هم دیگه یکی از ضرورت های خاص زندگی است که اگر آب نباشه زندگی ناممکن می باشه و اینم کوچه های این ساحه که انشالله حتما رسیدگی صورت خواهد گرفت و شاروالای کابل امروز سخت تلاش و کوشش میکنه به این که تا تمام نقاط از شهر کابل را بخوای بسازی بسازن و حتی همون نظریات مردم همچنان زیر نظر دارن و گفتن که ما به شاروالای کابل گفتیم و اونا آمدن امروز حشر امروزی را برپا کردن. اینم کوچه این ساحه و ما میخواییم که امروز هموطنان ما صحبت داشته باشیم که فعلا این حشر به ظرف 4 روز جریان داره و سرک قرغه تا سرک بادنباغه پاکاری صورت میگیره توسط شاروالی کابل و همچنان شاروالی کابل و هموطنان ما. سلام علیکم. علیکم السلام، جور بخیر. شکر فاضل خدا جان که جور بخیر هستی. تشکر، سلامت زنده باشین. ای آب است. آب است. نام خدا. آفرینت. ای که آب داره و هیره با مسر شانای خودن میبرن به طرف بالایی. درست است؟ خانه آخری اون، خانه آخری از ماست. چرا آب ندارین در خانه تو؟ والا مشکلات بیاویست، نل خراب است، کس جور نمیکنم تو مونده. کلش که مشکلات بیاویست. چند بشکه آب بلند میکنی با میبری؟ ده بشکه، یازده بشکه تو چی شوا؟ قدر ذرات شوا. ای که آب و مس همو شستن و مثلا به غذا و خوردن یا بالخصوص هم پاکاری خانه که میشه دیگه مشکل از آفرین تان. ولی چقدر وقت میشه که به کم بوده آب تو چاله؟ ولی بیش از یک سال میشه دیگه. دو سال فون چیست دیگه تو مشکلات بیاویست هم تو در پشت میکشه میشه. یک شرکت دروغگوی هست آب نمیخه فامیده همشیره. یک شرکت دروغگوی هست، من خودم اینجا نماینده کوچه هستیم. صد بار نایه رفتیم، موزه رفتیم، همی امارت هم سر از ایش توجه نکرده. یک خائن آدم است، یک دروغگوی است. صد دفعه وعده داده که ما او به تان اعلام میکنیم، او میتیم یه نمیره نه امارت توجه کرده بارش نه بیادر ملت زورش میکشه. ما دو سال است که نیم تو بیاب سرگردان نمی خانه را میبینی که این در آخری خانه ما در کجاست. یعنی موش تو کاکا کلش تکسی کمر شدن از آب کشی. یعنی تو جنگ فعلا تنها یک شرکت آبرسانی در کابل وجود نداره، شرکت های دیگر شما مراجعه کردید؟ شرکت شخصی است، یک گروگان گرفتن ما را بیادر نه اعلام میکنه که دکت دیگر کس قرارداد کنیم. اونم تو ما چه کدام وسیطه داره، چی رقم آدم است. هر جایی که میریم کار ما بند میفته، دعوزان کار ما بند میفته، دنایان بند میفته. یعنی تو در مشکل دوچار هستیم. انشالله بخیر مشکلات شما همچنان حل خواهد شد. واقعا خیلی سخت است که خانه در بلندی باشه و آبم با مو سر شانای خودان بگیرن بالا کنن. ما را خو خیر مردم است، میره مزدورکاری میره اشتوکا سیاسرات تمام روز میایین اینجا، تمام روز آب بالا میکنه. عین از زیارت آقای بلخی بشکره پشت سیاسرا دم طلاق کو آب میبرند. باز دیگه مشکلی که داریم در ساحات دیگه کی که هست می ویلگردال و چکاز سیاسرا را سعی میکنن مزاحمت میکنن، ممانعت میکنن. ده دفعه به اعظم گفتیم، اطلاع دادیم، به نایام اطلاع دادیم، گفت مشکلات های ما را رسیدگی نکردن. انشالله ای که شاروالی کابل امروز که حشر برپا کردن و شما رفتین پیش شاروالی گفتین که بیاین حشر برپا کنن و پاکاری کانال و کوچه ها صورت بگیره، حتما اینو پیشنهاد داشته باشین به شاروالی کابل. انشالله مشکلتون حل خواهد شد. تشکر. تشکر از شما. بخیر باشی. بخیر. بله دوستایی که هموطنان ما هستن که حتی 4 بشکه ای که من نمیتونم یک بشکه رو بلند کنم، امروز یه طفلک نوجوان بود در دستایی که ما خسته نشی مونده نشی. آفرینت به خدا. چقدر مشکل از دوستا که از اینجا آب میبرن. از کجا آوردی اوا؟ از طرف مسجد. از طرف مسجد. خسته خونه شدی؟ نه دیگه. روز چند بشکه آب میبری بالا میکنی؟ 6 بشکه. حالا خود 4 دونه ای میبری، یک تا ببر که خسته نشی مونده نشی. چطور کنن دیگه؟ کی هست دیگه در خانه تو که آب میبره؟ یک مسجد داره
خورد است. چقدر مانده شدی امی الان؟ نه. یارا خرد است سرات. میگن که دختر خانم ها و خانم ها همچنان هستند که پایین میشن و از اینجا آب میبرن به خاطر امورف ضروریات خودان، که واقعا خیلی مشکل است که امروز نوجوانی که چهار بشکه‌ای سر شانه های خودان میگیرن آب بالا میگیرن که هم فاصلش بیشتر است از پایین. کجا از خانه تان؟ خانه ما این نیمای گوز اون خانه آبی شی. بازی که شما که از زینا داره یا ای که این رقم است کلش همین رقم است؟ نه همین رقم دیگه. مشکل این مشکل دیگه ای کوچک زینا نداره. آه انشالله بخیر مشکلات شما رفع خواهد شد. ما برد پیشنهاد میکنم که اگر میبریم کم کم ببر، درست است؟ صحیح. خدای نخواستم مریض نستم. تشکر. زنده باشی. بله دوستان، این مشکلات این کوچه بود که واقعا خیلی مشکلات هایی دارن که سخت است، کمبود آب سخت است و همچنان حشر که امروز برپا شده جای خوشی است که امروز با وجودی که حشر، من انشالله دعا میکنم که با وجودی که حشر امروز آمد در این ساحه، البته حشر برپا شد، انشالله بخیر مشکلات های دیگری که به شمول کمبود آب و نداشتن زینادرکو از تب مشکلاتشان حل شود. این بود برنامه ما که ما آمدیم از کوچه و پس کوچه کابل بر شما برنامه داشتیم. خدا کنه مورد دید و علاقه شما قرار گرفته باشد. همچنان نظریات نیکی که شما بر ما میتین البته قابل قدر است و ما میخواییم مطابق به اون نظریات شما بر شما برنامه داشته باشیم. این بود برنامه ما تا برنامه بعدی که من در خدمتتون قرار میگیرم. شما رو به الله میسپارم. خدا نگهدار شما.